درود بر شما بینندگان خوب و گرامی تلویزیون اندیشه. خسرو فرابر هستم. برنامه من شکن گمانی ویچار، گزارشی گمان شکن به یاد صادق هدایت و به یاد مردان فرخ و کسانی که در طول تاریخ ایران زمین برای راستی ها کوشیدند و بر ضد گمان های دروغین، خرافات چه دینی و سیاسی تلاش کردند. در ایران عزیزمون نیمه شب گذشته و 24 آبان ماه آغاز شده، در اروپا هم الان نصف شب، در آمریکا ولی هنوز در 23 آبان هستند، در 13 نوامبر. امروز برنامه من سخنش در راستای دروغ‌های اسلامگرایان و چپگرایان ایران، فلسطین، از ایران و فلسطین تا آمریکا. و امیدوارم برنامه متنوعی برای شما باشه و با هم بتونیم ساعت خوبی رو داشته باشیم. دوستانی که علاقه دارن برنامه من رو و صحبتهایی که با دوست خودم امیر فخرآور روز سه‌شنبه داشتم که پیشگویی انتخابات آمریکا بود، خیلی افتخار میکنم که فکر کنم یکی از معدود مفسرین سیاسی بودم که حتی پیشبینی کردم که استانهای ویسکانسین، میشیگان، نیوهمشار و پنسیلوانیا، استانهایی به نام راسپل و استانهایی که 30-40 سال دموکرات ها ازش رأی برده بودن رو آقای ترامپ خواهد برد، و این هم ساعتی پیش از انتخابات. و این نشون میده که تحقیق و مطالعه، ما نسلی که نسل سوخته هستیم، حرف زیاد برای گفتن داریم. من شاهد بودم در فیسبوک، به خصوص جوانانی که میرن مطالعه میکنن در همین فیسبوک، کسانی که میرفتن تحقیق میکردن چه گزارشات کاملی و چه پیشگویی‌های خوبی. خیلی از دوستان در همین ایران، از داخل ایران حتی، کس بچه هایی که میرن مطالعه میکنن، ثابت کردن که توانایی های زیادی بین این جوان های مملکت هم وجود داره و این امید میده برای آینده کشورمون. دوستان عزیز، ما انتخابات آمریکا که به پایان رسید، دیدیم که اکثر برنامه سازان آمریکایی، اروپایی و رسانه های خودمون خیلی ها به اشتباه طرفداری کردن از خانم کلینتون، پیشگویی‌هاشون اشتباه بود. روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز برای کسانی که آبونمان دارن، نیویورک تایمز یکی از روزنامه‌های بسیار معتبر آمریکاست و در نامه‌ای که برای مردم آمریکا، کسانی که آبونه بودن روزنامه رو، عذرخواهی کرد به خاطر اشتباهات خودش. روزنامه نیویورک تایمز از روزنامه‌ای بود که از روز اول یک جانبه از هیلاری کلینتون دفاع می‌کرد و دونالد ترامپ در سخنرانی‌های مختلف خودش به این مسئله اشاره کرده بود و نه فقط در همین رسانه‌های فارسی زبان بسیاری پیش‌بینی‌هاشون اشتباه در اومد، خوشبختانه من جزو اونها نبودم، بلکه روزنامه‌های معتبری مثل نیویورک تایمز، رسانه‌های مثل CNN متاسفانه این اشتباه رو کردن. و این نکته خیلی مهمه و این درس تاریخیه که ما مردم ایران در سال 57 باید یاد گرفته باشیم. من احساس میکنم که نسل 57 این درس رو یاد نگرفته، ولی مشاهده میکنم که نسل سوخته من و جوانتر از من این درس رو یاد گرفته و اون اینه که هیچ وقت نذارید ایدئولوژی بر منطق شما غلبه کنه. اینکه یه نفر طرفدار خانم کلینتون بود یا طرفدار آقای ترامپ، حق انسان یه تشخیص و سلیقه اوست، ولی کسی که میاد برنامه سیاسی انجام میده باید بتونه ایدئولوژی خودش رو کنار بذاره و با منطق نظر خودش رو بیان کنه. و ما دیدیم نیویورک تایمز توانایی رو نداشت و الان مجبور شد عذرخواهی کنه و CNN هم که نامش و لقبش رو گذاشته بودن کلینتون نیوز نتورک، الان یه مدتیه که داره اون دیگه عذرخواهی نمیکنه، ولی هر کی این CNN رو نگاه کرده باشه، من CNN اینترنشنال همیشه نگاه میکنم، من دو تا تلویزیون خبری همیشه تقریبا روزی 3-4 ساعت تلویزیون من که بازه فقط اخبار نگاه میکنم و از روی اینترنت فاکس نیوز رو همیشه نگاه میکنم و تلویزیون هم همیشه رو CNN، و بلکه وظیفه من به عنوان کسی که برنامه سازه آگاه باشم. و برای همینم امروز میخوام در برنامه خودم اشاره کنم به این مسئله که چگونه میشه نشریه مثل نیویورک تایمز یا رسانه خبری مثل CNN این کارا رو بکنه. آقای فرید زکریا که از دید من یک اسلامگرای کرواتیه، ویدیوهاش موجوده، تشریف ببرید که آقای فرید زکریا چگونه پیش از انتخابات رسما عنوان کرده بود که کلینتون خواهد بود، رسما
علاوه بر حملاتی که به دونالد ترامپ میکرد. ما شاهد این بودیم که 90% روزنامه ها و رسانه های آمریکا و کشورهای اروپایی و متاسفانه رسانه های فارسی زبان اشتباه کردم، و من در این برنامه باید انتقادی بکنم کلی بدون که نام بیارم از گروه های مختلف اپوزیسیون ایران. وظیفه احزاب و سازمان های اپوزیسیون طرفداری از یک کاندیدای خاص نبود. من یه برنامه سازم، من عضو گروهی نیستم، ولی احزاب و سازمان های مختلف باید خودشون رو بیطرف نگه می داشتن، برای اینکه هدف ما آزادسازی ایرانه. و در انتخاباتی که برای خیلی ها مشکل بود پیش بینی اون، به نظر من درست نبود که بعضی رسانه ها، سازمان ها و احزاب سیاسی چپ یا راست فرق نمی کنه، نام نمی آرم، خودشون رو به یک کاندیدای خاص بچسبونن، چون وظیفه ما این بود، وظیفه سازمان ها و احزاب. من یه برنامه سازم، من جزء هیچ دسته و گروهی نیستم فعلا، من کارم فرق میکنه، من عقیده سیاسی رو میگم، برنامه منم برنامه‌ای که میدونید من عقیده رو بیان میکنم، ولی عقیده رم احزاب و سازمان مختلف سیاسی ایران اتفاقا نباید این کارو میکردم، بلکه باید منتظر انتخابات میشدن و تا بتونن استفاده کنن. هرچی باشه آمریکا ابرقدرت جهانه، و ما فکر میکنم، من فکر میکنم امروز بسیاری از مردم ایران با شعار مرگ بر آمریکا هیچ میانه ای ندارن. ما نه میخوایم نوکر آمریکا باشیم و نه خواهان مرگ آمریکا، ما واقع بین هستیم و میدونیم که در دنیای امروز چه میگذرد. دوران مرگ بر آمریکا گفتن ها گذشته و دوران نوکری هم بود. اصلا مسئله خنده داره، بلکه یه گروه، هر گروه سازمان سیاسی از چپ یا راست گرفته، امروز باید به فکر مردم ایران باشه، و من امیدوارم که این درسی شده باشه و یاد گرفته باشیم. میدونم همه از روی نیت پاک شاید بعضی موقع اشتباهاتی بکنن. امروز برنامه من خیلی مهم از دید من، چون که من همیشه نگاهم هم به ایرانه و ایران محوری برای من بسیار مهمه. من عقیده دارم که اتفاقی که برای رسانه های آمریکا، به اصطلاح مس مدیای آمریکا افتاد، رسانه های مانند CNN، MSNBC، نمیدونم ABC، نیویورک تایمز و بسیاری دیگه از نشریات تلویزیون ها و نشریات آمریکایی، و اینکه امروز در آمارهایی که در آمریکا گرفته میشه، بیشتر از 60% مردم آمریکا گفتن هیچ گونه اعتمادی دیگه به تلویزیون ها و روزنامه آمریکا ندارن، این آماری که گرفته شده و خود CNN هم حتی اذعان کرده، من احساس میکنم که این اتفاق مدتی هم برای رسانه‌های فارسی زبان چه در داخل کشور و خارج از کشور افتاده. من فکر میکنم که درسته که امروز رسانه‌های اجتماعی، فیسبوک، توییتر، تلگرام، نمیدونم اینستاگرام مهم هستند، و من خیلی روی این مسئله اهمیت قائلم به خاطر اینکه یک دموکراسی خبری به وجود اومده. ولی یه نکته هم فراموش نکنید، من عذر میخوام که اینو بگم، ولی من همیشه اینو گفتم که برای اجرای یک برنامه آدم باید زحمت کشیده باشه. من به خودم هرگز اجازه نمیدم بیام جلوی دوربین و درباره تاریخ ایران صحبت کنم. اگه از کودکی باور کنید، از کودکی من یادمه مثلا تاریخ ایران باستان نوشته محمد جواد مشکور، من 10 سالم بود گرفته بودم، استادیار دانشگاه تهران بود و تمام زندگیم تاریخ ایران رو خوندم. دوستان میدونم من امکان نداره به خودم اجازه بدم بیام جلوی دوربین بدون اینکه درباره تاریخ میهنم و تاریخ دنیا تحقیق کرده باشم. و به عقیده من خبرنگاری و ژورنالیسم شغل مهمیه. درسته که مس مدیا، ببخشید، فیسبوک و توییتر و اینستاگرام خیلی مهمه که این مونوپول خبر و تفسیر از دست یه عده خاصی بیاد بیرون، ولی به عقیده من و این باور منه که در کنار این رسانه‌های اجتماعی ما هنوز نیازمند به تلویزیون‌های سیاسی و خبری هستیم. این خیلی مهمه، ما به هر دو احتیاج داریم. برای اینکه وقتی یک کسی میاد برنامه در یه تلویزیون انجام میده، در برابر سخنش مسئولیت داره. یک تلویزیون یک شخص حقوقیه، باید پاسخگو باشه به برنامه‌ای که پخش شده. ولی در فیسبوک و توییتر و اینا هر کسی میتونه بیاد هر چی دلش میخواد بگه. برای همین ما هر دو رو لازم داریم. و به عقیده من نیویورک تایمز و CNN با اعمال غلطی که انجام دادن در چند ماه گذشته، ضربه بسیار مهلکی
و امیدوارم جبران پذیر، البته باید اینو بگم، امیدوارم به بخش دوم خبری در جهان امروز رسیدیم. من نمیخوام که این اتفاق بیفته که تلویزیون های خبری و سیاسی دیگه نتونن رولی رو بازی کنن. من عقیده دارم هر دوی اینها مهم هستن و برای همین من فکر میکنم کسانی که میان برنامه انجام میدن مسئول هستن که اعتماد بینندگان رو کسب کنن، و این اعتماد زمانی به وجود میاد که مردم احساس کنن که تبعیضی انجام نمیشه. بذارید اینجا یه نقطه بذارم، بریم اصل مطلب رو با هم برسیم بهش. دروغ‌های چپگرایان و اسلامگرایان از ایران و فلسطین تا آمریکای امروز. کارگردانمون اگه لطف کنند من تصویری یا فرستادم، تصویر شماره 5 رو بذارید کنار تصویر من لطفاً که صحبت رو آغاز کنیم. من متاسفانه نمیدونم چرا. بله، تصویری که مشاهده میکنید تصویری است که دوست خوب من خانم آیروم این رو در فیسبوکشون قرار داده بودند و تصویری است بسیار شرم‌آور. ما مدتی است که در آمریکا شاهد تظاهراتی هستیم که در خبرهایی که جدید دوستان من برام فرستادند و در دنیای اینترنت، نه در CNN، متاسفانه باید اینو بگم در CNN و رسانه‌های رسمی نمیاد و امروز این نقش رو این رسانه‌ها هنوز نمیتونن بازی کنن. شاید افرادی که در اون رسانه‌ها هستن متعلق به نسلی باشن که نمیتونن با امروز کنار بیان، ولی ما مدتی است که شاهد تظاهراتی در آمریکا هستیم که با توجه به اسنادی که ویکیلیکس داد بیرون و همچنین ویدیوهایی که سازمانی به نام وریتاس داد بیرون و ضبط کرده بود عده‌ای رو که سازمانهایی که با حزب دموکرات نزدیکی داشتن و اونا در اون ویدیوها وریتاس، شما صدای افرادی رو میشنوید که یکی از اونا حتی صبح تا شب به کاخ سفید رفت آمد میکرد که در اونجا صحبت از این میشه که افرادی فرستاده بشن به کمپین آقای ترامپ تا اونجا دعوا را بندازن. امروز ما شاهد تظاهراتی در آمریکا هستیم و نام شخصی به نام جورج سوروس پی به میان میاد. جورج سوروس شخصی است که تخمین زده میشه چیزی نزدیک 20 تا 24 میلیارد دلار ثروت داره. جورج سوروس کسی است که در راستای مسئله‌ای بسیار معروف شده که پولش چجوری به دست میاره. یکی از جورج سوروس برخلاف ترامپ کسی است که در کار ساختمانه. یعنی شما بخوای بدونید آقای ترامپ چجوری پولدار شده، میتونید برید نیویورک، شهرهای مختلف آمریکا و اروپا و ساختمان‌هایی که ترامپ ساخته رو ببینید. میگه پولش از اینجا درآورده. جورج سوروس که یکی از مهمترین حامیان مالی خانم کلینتون هم بوده و حزب دموکرات، کسی است که تو زندگیش هیچی نساخته. تمام ثروت آقای جورج سوروس در روی شرط بندی های سهامی به اصطلاح، یا در به آلمانی میگن برزه، یعنی چی میگن فارسیش، اونجا که سهام خرید و فروش میشه به آلمانی میگن برزه، و روی به اصطلاح قمارهای سهام و به خصوص تخصصش در نوسان ارزش ارزهاست. یکی از معروفترین اتفاقاتی که افتاد چند سال پیش شرط بندی آقای، یعنی تلاش آقای جورج سوروس بود در سقوط ارزش پوند انگلیس، و همین الان دوستان برن اینو گوگل کنن، حمله جورج سوروس به پوند انگلیس چیزی است که اصلا تمام دانشگاه اقتصاد امروز درباره صحبت می‌کنن، یه چیز فکته. چون آقای جورج سوروس رفته بود به اصطلاح شرط بندی مالی کرده بود، به اصطلاح روی این مسئله سرمایه گذاری کرده بود که پوند انگلیس سقوط خواهد کرد و این نوسانات چندین میلیارد بود، و این کار را نه فقط با پوند انگلیس کرده، با پول بعضی کشورهای اروپای شرقی. و نکته‌ای که در این تصویر مشاهده می‌کنید، ویدیویی هم براتون آماده کردم پخش خواهم کرد، این تصویر رو میخوام بهتون نشون بدم. آقای شما سازمانهایی هستن به نام Black Lives Matter یا MoveOn.org که اینها گروه‌های مختلف یا سایت‌های اینترنتی مختلفی هستن که امروز اسنادی اومده بیرون که صحبت از این می‌کنه که آقای جورج سوروس، این میلیاردر بزرگ، از اینا حمایت کرده. داستان جورج سوروس به این دلیل مهمه که جورج سوروس در تمام جهان از سازمان‌های چپ حمایت می‌کنه، با اینکه خودش از میلیاردرهای بزرگ تاریخه.
جورج سوروس خودش یهودیه، ولی در جوانی به اعتراف خودش، در جوانی به اعتراف خودش، زمانی که هیتلر در اردوگاه‌های مختلف و گتوهای مختلف یهودیان رو میکشته، خودش میگه مجبور بوده. ولی درباره جورج سوروس برید مطالعه کنید که به اعتراف خودش، به قول خودش، جوانی اشتباهاتی کرده و از جزء کسانی بوده که گویا حتی بهره برداری های مالی کرده بوده یا از این گونه مسائل در زمانی که هیتلر یهودیان را حتی میکشه. آدم محبوبی نیست آقای جورج سوروس بین یهودیان. و این آقای جورج سوروس 24 میلیارد دلاری سهامدار رو نمیدونم شرط بند بورس ها و فلان، یک شگردی داره و اون شگردش میدونید چیه؟ به وجود آوردن بحران در کشورهای مختلف توسط گروه های انقلابی چپگرا. اون موقع ارزش پول اون کشورها میاد پایین و آقای جورج سوروس از قبل که این جریان رو میدونه پولدار میشه. این شگرد تخصصی آقای جورج سوروسه. حالا ما در آمریکا مشاهده میکنیم که تظاهراتی را افتاده و ازده آقای ترامپ، و شما تصویری که اینجا مشاهده میکنید نوشته ریپ ملانیا، و اینو گروه های چپی دارن انجام میدن که همیشه ادعا میکنن که هوادار حقوق زن هستن. ریپ ملانیا یعنی تجاوز کن به ملانیا، یعنی به زن آقای ترامپ. من شدیدا شاهد بودم در فیسبوک متاسفانه بعضی از همیهنان ایرانی ما هم که طرفدار خانم کلینتون بودن، عکس های فلان فلانی از خانم ترامپ نشون میدادن و بهش بدترین توهینا رو میکردن. و من به بعضی از این دوستان رو از لیست خودم انداختم بیرون، چون خانم ملانیا ترامپ بسیار زن با شخصیتیه، مادری است که عاشقانه از کودک خودش و یک فوتو مدل معروف بوده. و شاید بعضی از این دوستان چپ ما که من همیشه چپگرایان را نمیگم، همشون رو با اسلامگرایان در یک متاسفانه شبیه هم میدونم، گویا هنوز در صحرای کربلای 15 خرداد 42 خودشون شناور هستند که در اون زمان هم چپ ایران در کنار خمینی مخالف حق رأی زنان بود و اینا هنوز یاد نگرفتن که در اروپا و آمریکا کسی به زن یا مردی نمیگه که فوتو مدل باشه که آقا مثلا چرا الان شلوار پات نیست. خانم ملانیا ترامپ فیلم پورنو بازی نکرده و عکس لختی سکسی در پلی بوی نداشته، بلکه اکثر فوتو مدل ها در کارهای چیز این هست، تصاویرش هم وجود داره. این در آمریکا و اروپا عادیه و کسی هم اینجا مشکل اخلاقی باش نداره. و خانم ملانیا ترامپ اولین زن معروف سیاسی یا مرد سیاسی نیست که همچین تصاویری داشته باشه. آقای سرکوزی، همسر آقای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه، خانم برونی، کارلا برونی، کسی نیومد تو فرانسه از خانم کارلا برونی ایراد بگیره. و من این داستان برای من خیلی مهمه. من امیدوارم جناح چپ ایران، نمیگم همشون، یه روزی به اون درجه از شعور سیاسی برسن که منی که طرفدار جناح راست هستم نباید بیام به چپ ایرانی توضیح بدم که نسبت به زنان احترام قائل بشه. و اونایی که میومدن با آقای ترامپ ایراد میگرفتن که آقای ترامپ 11 سال پیش نمیدونم تو یه واگونی داشته با یه آقای شوخی میکرده، حرفای نمیدونم فلان میزده، با اینکه نمیدونسته میکروفونش روشنه، این رو میایید ایراد میگیرید. پرسش من اینه، این ریپ ملانیا چیه؟ و اون تصاویری که نسبت به خانم ترامپ، خانم ملانیا ترامپ انجام دادید. و این داستان برای من مهمه، چون که ما این سرنخ این جریان رو از 15 خرداد 42 شاهدش بودیم تا به امروز، و همیشه زن ایرانی قربانی بود. حالا همین اشخاص اومدن خارج از کشور، حالا زن آمریکایی و اروپایی هم باید تاوانش رو پس بده. کارگردان گرامی، دوستان یه کلیپی هم براتون آماده کردم از آزادی خواهی چپگران. کارگردان عزیز کنم کلیپ شماره 4 ما بود که مشاهده میکنیم آزادی خواهان چپگرا و هواداران کلینتون، فقط یه ویدیو آماده کردم چجوری هواداران دونالد ترامپ رو تو خیابونا کتک میزنن. اگه میشه یه نگاهی هم به این کلیپ بکنیم خواهش میکنم.
سپاس از کارگردانمون. اینها رو به شما نشون دادم، برای من خیلی مهمه. من همیشه نگاهم به ایرانه. من فکر میکنم که همیشه این رو در سخنانم گفتم، ما باید شعور رو جایگزین شعار بکنیم. من فکر میکنم در تاریخ بشریت واژه‌ای به نام آزادی، یعنی میشنم بگم هیچ واژه‌ای به اندازه واژه آزادی بهش تجاوز نشده. هر آدمکش جنایتکار قاچاقچی خودش رو آزادی خواه نامیده در طول تاریخ، در طول تاریخ. و این نکته‌ایه که باید بهش توجه بکنیم. شعار آزادی و حقوق بشر سر دادن بسیار راحته. ما در سال 57، من که نه ولی خیلی از همیهنانمون، گول این شعار رو خوردن. و این شعار شعاری بودش که ما رو برباد داد. کارگردان عزیزمون، خواهش میکنم تصویر شماره 3 رو اگه لطف کنید نشون بدید کنار تصویر من، تصویر شماره 3. در سال 57 شعور ما رو نابود کردن با شعار. اگه میشه تصویر رو نشون بدید، تصویری از دو دختر ایرانی داریم مشاهده میکنیم، دخترانی که گول خوردند. و در این تصویر نوشته که از دوستان گذاشته بودنش، شادی دو دختر در خیابان پهلوی تهران جهت خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران، زیر عکس که از مجله تهران مصوره است و توسط آقای فلان گرفته شده، نوشته شادمان هستند چون فردای روشنی در انتظار آنهاست. 26 دی ماه سال 57 خورشیدی، 26 دی ماه، نشریه تهران مصور. و من این رو، این من رو به یاد نیویورک تایمز میندازه، این من رو به یاد سی ان ان میندازه. و من پرسشم اینه، وظیفه روشنگران ما اون روز چی بوده؟ آیا گناه این دو دختر بوده که عکس خمینی رو اینجا گذاشتن؟ چه بلایی امروز بر سر این دو دختر اومده؟ آیا هنوز میتونن بدون حجاب شادان و خندان در خیابون ها باشن؟ چه بلایی این سر دو دختر اومده؟ و کسانی که در اون زمان اینها رو مینوشتند، آیا حاضر بودن مسئولیت قبول کنن؟ اینا پرسشاییه که برای من پیش اومده. من فکر میکنم امروز وقت انتقام گرفتن نیست. ما باید در کشورمون شعور رو جایگزین شعار بکنیم. سپاس از کارگردان عزیزمون. برای همین تصویر شماره 1 میخوایم سریع بریم جلو. تصویر شماره 1 رو نگاه میکنیم با هم. تصویری که مشاهده میکنید خانم کلیان کانویه، و امیدوارم تصویر رو بتونیم به زودی ببینیم در کنار تصویر من، لطفا بذارید این باشه. خانم کلیان کانوی، من این رو در فیسبوک هم گذاشتم، اولین زن در تاریخ سیاست آمریکاست. اولین زن در تاریخ سیاست آمریکاست که کمپین منیجر، یعنی رئیس مدیریت تبلیغات یک کاندیدای ریاست جمهوری بوده. و این شغل خیلی مهمیه در آمریکا، چون کسی که این کمپین رو منیجمنت میکنه، شما مثلا حساب کنید صدها میلیون دلار خرج کمپین انتخاباتی میشه. استراتژی و تاکتیک جفتش دست این خانم بوده. و این خانم کلیان کانوی اولین زن در تاریخ آمریکاست که موفق میشه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و ایشون کمپین منیجر آقای دونالد ترامپ بوده. خواهش می‌کنم تصویر بعدی رو نشون، تصویر شماره 2. تصویری که مشاهده میکنید درست اون لحظیه که قبل از اینکه آقای ترامپ اومد سخنرانی کرد و پیروزی خودش رو بیان کرد. و اگه نگاه کنید داره اشاره میکنه به خانم کلیان کانوی. این تصویر رو بذارید باشه، و این اشارهش اینه، میگه این باعث شد من ببرم. و برای من خیلی جالب بود، اسم نمیارم، دوستان مختلف چه فارسی زبان چه انگلیسی زبان میمدن تو تلویزیون و شعار میدادن که آقای دونالد ترامپ مخالف زنانه، در حالی که دونالد ترامپ اولین چی میگن کله گنده به اصطلاح امور ساختمانی در آمریکا بود که یک زن رو رئیس شرکتش کرده بود.
دونالد ترامپ یکی از جمله های معروفش میدونی چیه؟ و اینو یه خانمی الان حضور ذهن ندارم، یکی از هیئت مدیره های سازمان چی میگن شرکت ترامپ، این امروز اینو پخش کرد. میدونید دونالد ترامپ چی گفته؟ دونالد ترامپ معروفه که در تمام سالهایی که شرکت عظیم خودش رو به وجود آورده نزدیک 60 تا 7% مدیر کلها و رؤسای سازمانهای مختلف او مرد نیستن، زن هستن. وقتی از دونالد ترامپ سوال شده که چرا زنها رو بیشتر از مردها انتخاب میکنی، او گفته که چون من عقیده من زنها باهوشتر از مردان هستند. همینطوری گفته. و بعد گفته اونها کیلر استینگ دارن، یعنی غریزه کشتن، نه که بکشن ها. دونالد ترامپ یک آدمیه که در تجارت خیلی رک و فوسکنده میره و میخواد تجارت رو مناقصه رو به اصطلاح ببره و گفته من به این دلیل زنم که اولا اونها باهوشتر هستن از مردان، این جمله ترامپه، و گفته که وقتی مثلا یه مناقصه است کیلر اینستیک دارن، یعنی دوست و دشمن رحم نمیکنه، میخوان برنده بشن. دونالد ترامپ زنها رو چیزی بین 60 تا 70% رؤسا در سازمان هایی که مال آقای ترامپ هستن خانوم هستن، و دونالد ترامپ ریاست جمهوری خودش رو به این خانوم سپرد. و من برام خیلی عجیب بود که من میدیدم در رسانه ها دونالد ترامپ رو به عنوان زن ستیز عنوان میکردن. نگاهی میکنیم به خانم کلیان کانوی، ما دو جور فمینیست داریم. یه فمینیسم شعارگرای چپ هاست که به از دید من توهین به مقام زنی از دید من، و یکی فمینیسم واقعیه. اون فمینیست هایی که به دونالد ترامپ فوش می دادن و به خانم کلیان کانوی، تشریف ببرید سی ان این چه رفتار زننده با این خانم داشت. خانم کلیان کانوی که مشاهده می کنید، ایشون 4 تا فرزند داره، مادر 4 بچه است. دقت فرمودین؟ سال هاست که با شوهرش زندگی خانوادگی بسیار زیبایی داره. در جوانیش هم از خوشگلترین خانوم هست که فوتو مدل هم حتی یه مدت بوده. ایشون تحصیلات عالی دارن، خودش یک شرکت بسیار موفق رو مدیریت میکنه، اولین زن گفتن مدیر انتخابات در آمریکا که یک زن تونست برنده بشه. و نمیدونم تا الان مصاحبهاش رو گوش کردید، وقتی که صحبت میکنه مانند یک، بهش میگن لیدی، یعنی واقعا مانند یک زن متشخص صحبت میکنه. او زنی است که از کودکی قربانی طلاق پدر و مادرش بوده. او در سبد طلایی بزرگ نشد به اصطلاح آلمانی ها. او میگه 8 سال تمام تابستونا هنگامی که مدرسه میرفت باید میرفت تابستونا برای که پول در بیاره بلوبری، یه چیزی شبیه توت فرنگی یا شاتوته، میگفت من فارسیشو نمیدونم، انگلیسی میگم بلوبری، میگه 8 تابستان تمام برای اینکه بتونه پول در بیاره میرفت مزرعه هایی بیدش کنم توت فرنگی هم چی اونجا کارگری میکرد. و خودش گفته که اونجا من یاد گرفتم برای اینکه بتونم بیشتر، چون برای هرچی سبد بیشتر کیلو کیلویی بود دیگه، هرچی سریعتر کار میکردی بیشتر میدونست پول در بیاری و کار طاقت فرسایی بوده. و او انقدر میگه در کارش موفق که 16 سالگی هم در ایالت نیوجرسی حتی برنده شد سر این مسئله. و جالب اینجاست که خودش میگه در سن 20 سالگی هم قهرمان جهان در چیدن فلان شد، و میگه یعنی دختری زنیه که خود ساخته است. و این برای من خیلی عجیب بود که سپاس از این تصویر کارگردان گرامی دستتون درد نکنه. و من نگاه میکنم به خانم ملانیا ترامپ، همسر آقای ترامپ، نگاه میکنم به ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، و بعد از خودم سوال میکنم این همه توهین و این همه و من افتخار میکنم امروز به مردم آمریکا، و میتونیم از اونها یاد بگیریم. جنگ تبلیغاتی که بر ضد دونالد ترامپ به راه افتاد در رسانه‌های آمریکایی در تاریخ آمریکا بی‌نظیر بوده.
این رو خود CNN اعتراف کرد، نیویورک تایمز گفتم عذرخواهی کرد، تمام مفسرین رسانی امروز اعتراف میکنن جنگ تبلیغاتی و یک جانبه وزیر دونالد ترامپ در تاریخ آمریکا نظیر نداشته. خانم هیلاری کلینتون کدوم استان بود؟ فلوریدا بود فکر میکنم 20 برابر یا 15 برابر بیشتر از دونالد ترامپ پول خرج کرد برای آگهی تبلیغاتی. بودجه خانم کلینتون چیزی نزدیک 3 برابر بودجه تبلیغاتی دونالد ترامپ بود، ولی دونالد ترامپ انتخابات رو برد. و بعد میان میگن که اتفاقا یکی از دروغایی که جدیدن دارن میگن اینه که دونالد ترامپ درسته که الکترال ووتو برده ولی پاپولار ووتو باخته. این هم غلطه. میدونی چرا غلطه؟ برای اینکه ما در آمریکا ابسنتی ووت داریم. ابسنتی ووت به اصطلاح رأی هایی که از راه دور میفرستن. 4 سال پیش ابسنتی ووت ها ریپابلیکن ها 2/3 رأی های ابسنتی ووت رو برده بودن و چیزی نزدیک 6 میلیون ابسنتی ووت بود. و این ابسنتی ووت ها شمرده نمیشن در آمریکا زمانی که دیگه نیازی به شمردنشون نیست. دونالد ترامپ به گونه انتخابات رو برده الکترال ووت رو که امروز دیگه نیازی نمیبینن ابسنتی ووت رو تا آخر بشمرن، چون این به 50 تا استیت تقسیم میشه. حالا دلیلش رو نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی نکته اینه که طبق همیشه ریپابلیکن ها معمولا 2/3 ابسنتی ووت رو میبرن، معمولا سربازای آمریکایی که در خارج از کشورن این مسائل. و جالب اینجاست که من الان بگم اگه چون الان اختلافشون رو کنم تو پاپولار ووت چیز نزدیک 300-400 هزار تاست، ولی ابسنتی ووت تا اگه از اون 5-6 میلیون شمرده بشه، چون معمولا 2/3 میشه، رامنی 4 سال پیش 2/3 اون رأی رو برده بود، بعد تا شمرده اول میدم ابسنتی ووت رو شمرده بشه پاپولار ووت هم دونالد ترامپ برده. ولی گفتم رسانه ها میخوام چه درس یاد بگیری. اگه میشه تصویر شماره 4، دو تا تصویر براتون فرستادم، نگاه بکنیم به اونها و ما میبینیم که دوستان جوان به خود ایرانی های عزیزمون چقدر کوشا بودن، چقدر افتخار میکنن به این نسل جوان. شاهد این هستیم که مدارکی به دست اومده که حزب دموکرات، عدد آقای دیگه آقای جورج سوروس در است، movon.org و شرکا میبینیم یاد دارن تبلیغ میکنن، استخدام میکنن آدمایی که بیان ضد ترامپ تظاهرات کنن. تصویر بعدی 4 هم اگه بشه نشون بدید. و این داستان، سپاس از این تصویر، این فقط در آمریکا نیست، ولی من افتخار میکنم به مردم آمریکا، سپاس از این تصویر کارگردان عزیز، که در آمریکا شعور بر شعار پیروز شد. و جالب اینجاست که استیت های راست بلت و استیت های در شمال آمریکا که 30 تا 40 سال بود به دموکرات ها رأی میدادن. و جالب اینجاست که وقتی ما میشنویم که میان میگن که نجات پرستان در آمریکا به ترامپ رأی دادن، اون موقع اینا باید به من پاسخ بدن چطور استیت های مانند میشیگان و ویسکانسین و پنسیلوانیا بس میگید اینا نجات پرست بودن به ترامپ رأی دادن، در حالی که اینا همون استیت هایی بودن که مثل آیووا. آیووا هم الان به ترامپ رأی داد 4 سال پیش به حزب دموکرات رأی داده بود. مگه فلوریدا 4 سال پیش فکر کنم یا 8 سال پیش، حضور ذهن ندارم چون دو بار اوباما کاندید شده بود دیگه، مگه رأی نداده بودن به اوباما؟ مگه اگه اشتباه نکنم دونالد ترامپ 6 تا یا 7 تا استیتی که 4 سال یا 8 سال گذشته حداقل یه بار به ترامپ به اوبامای سیاه‌پوست رأی داده بودن، الان اومدن رأی دادن به ترامپ. پس اونا اون موقع نژاد پرست بودن، حالا نیستن یا برعکس؟ در رأی‌گیری امروز ثابت شده که درسته که خانم کلینتون بیشتر در درصد بیشتر از سیاه‌پوستا به کلینتون رأی دادن، ولی آقای ترامپ در بسیاری از استیت ها بیشتر از 4 سال پیش آقای رامنی از سیاه‌پوستا رأی آورده. و جالب اینجاست که در فلوریدا آقای ترامپ با کمک لاتینوهای هیسپانیکای فلوریدا تونست فلوریدا رو ببره. و تو موقع از خودمون سوال میکنیم داستان چیست؟ شعور بر شعار باید پیروز بشه. برای همین این داستان ها ادامه داره، داستان هایی که تا به امروز ادامه داشته. و من میخوام و وظیفه ما ایرانیان که در سال 57 گولمون زدن اینه که ما یاد بگیریم
من یه بارم توضیح بدم، من با کسانی که خانم کلینتون رو به خاطر سلیقه سیاسی دوست داشتن هیچ مشکلی ندارم، اتفاقا دوستان دوستای خودم هم کلینتونی بودن، مشکل من بازی نیست. ولی مسئله اونجاست که هیچ وقت نباید اجازه بدیم ایدئولوژی بر واقعیت ها غلبه کنه و این برای من شخصا مهمه. و برای همین من تصویر شماره 6 رو اگه خواهش میکنم نشون بدید، تصویر شماره 6، تصویری که مشاهده میکنید مفتی اعظم اورشلیم آقای الحاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیمه. من 4-5 سال پیش تلویزیون دیگه هم درباره حاج حسین امینی برنامه کامل گذاشتم، فقط امروز میخوام 5 دقیقه بهش اشاره کنم. حاج حسین، حاج امینی، یا این آقا، آقای حسینی، حاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیمه و حاج امین الحسینی پیش از به وجود آمدن کشور اسرائیل یهودی کشی میکرد. در پوگروم های معروفی که در فلسطین اون زمان که استیت بود و موقع دست انگلیسا بود، قبل از جنگ جهانی دوم به دستور همین آقای حاج امین الحسینی یهودیان قتل عام میشدن و هیچ ربطی به وجود اسرائیل نداشت. تصویر بعدی رو خواهش میکنم. اینجا پلو هیتلر نشسته. تصویر بعدی، تصویر دیگه هم گذاشتم. بله، اینجا شما آقای حاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم رو در کنار اس اس ها میبینید با سلام هیتلری. و این گروه اس اس، من 5 سال پیش اولین برنامه ساز فارسی زبان بودم، اولین برنامه ساز فارسی زبان بودم در رسانه های فارسی زبان که اومدم اینو افشا کردم. و من افتخار، آره بعضی ها میگن چرا من میگن، برای که تحقیق کردم، برای اینکه زحمت میکشم برای برنامه، برای اینطوری نبود شما برنامه من رو نگاه نمی کردید با این همه علاقه. حاج امین الحسینی و شما رژه اون رو درباره در برابر سربازان اس اس مشاهده میکنید. ولی میدونید اینا کدوم گردان اس اس هستن؟ نام این گردان اس اس خنجره. این یک گردان مخصوص در اس اس های آدولف هیتلر بود به نام خنجر که تمام اعضاش مسلح، و برای همین هم حاج امین الحسینی داره جلوی اینا سان میبینه. سپاس از این تصویر. و جالب اینجاست که روز قدسی که خمینی اعلام کرد در جمهوری اسلامی، امروز در شهرهای مختلف اروپا روز قدس همزمان انجام میشه و احزاب چپ، بسیاری از احزاب چپ نمایندگانشون در این تظاهرات روز قدس شرکت میکنن. در بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا روز قدس رو برگزار میکنن و غیر از اون اسلامگرایان، بسیاری از خانوما و آقایون چپ هم در روز قدس تظاهرات میکنن. هالیوود هرگز فیلمی نساخت درباره حاج امین الحسینی. جالب اینجاست که آقای حسینی در 70 حضور ذهن داشته باشم، وقتی مرد تمام اعضای پیل او، همین یاسر عرفات و رفقاش، چون یه جوری هم میگن فامیل یاسر عرفات هم بوده، تمام اعضای پیل او و سازمان های به اصطلاح آزادی بخش فلسطین در تشییع جنازه باشکوه او شرکت کرد. و اینجا یه نکته برای من پیش میاد. سازمان های چپ تروریستی که زمان شاه میرفتن در اردوگاه های آقای جورج حبش تعلیم نظامی میدیدن، یا اسلامگرایانی مانند مصطفی چمران که توسط نهضت آزادی به اردوگاه مصر و بعد به فلسطین فرستاده شده بودند، آیا از این هم آگاه بودن یا نبودند؟ و این داستان تا به امروز ادامه داره. من یک جریانی براتون، اگه لطف کنید ببینم کدوم ویدیو بود که تا زمان اونم داره پایان میرسه. و این دروغ ها تا به امروز هم گفتم، امروز دروغ از آمریکا فلسطین تا ایران دیگه. سریع، چون وقتمون 9 دقیقه بیشتر نمونده، من بازم حواسم به وقت نبود. کلیپ شماره 1 رو به نام پلیوود رو اگه میشه پخش کنیم سریع، کار کردن از تمام تصویر فول، خواهش میکنم.
کارگردان عزیز، این کلیپ یکی دیگه نه؟ من شما صدا ندارم. سپاس کارگردان عزیزمون، اگه میشه کلیپ شماره 2 رو بدون صدا کنار تصویر من پخش کنید سپاسگزار میشم. کلیپ شماره 2 رو کنار من همون دو سومی طبق معمول بذارید که من صحبت کنم و دوستان ببینن. چه کلیپی رو به شما نشون دادم؟ الان من بازم 4-5 سال پیش در یه رسانه دیگه ای برنامه کاملی رو بکنم یه ساعت و نیم انجام دادم و تشریح کردم داستانی به نام پلیوود. مثل هالیوود داریم، هالیوود. این در رابطه با دادگاهی کردن یکی از خبرنگاران معروف فرانسوی بود که میرفت اسرائیل، جریاناتی بود که تظاهرات فلسطینیا و بعد میومد و صحنه‌های دروغین فیک پول میداد به بچه‌های فلسطینی که اینا قش کنن جلوی دوربین و این از اینا فیلم میگرفت و میومد تلویزیون‌های رسمی فرانسه میفروخت. این دادگاهی شد، یعنی دادگاه محکومش کرد با اون تلویزیون فرانسوی رو. امروز ما یک اینداستری یا یک صنعتی داریم، مثلا تقریبا صدها خبرنگار در اونجا پولشون رو از راه ساختن صحنه‌های دروغین در رابطه با جنایات اسرائیل درست. مثلا این تصویر رو نگاه کنید، اونجایی که فلسطینی داره کتک میخوره رو نشون میده ولی اونجا اون قسمت پایین عکس رو نشون ندادن که داشت سرباز اسرائیلی رو میکشه. و این داستان به نام پلیوود معروفه که من 5 سال پیش بازم فکر میکنم جزو اولین برنامه سازان فارسی زبان بودم که درباره پلیوود اومدم یه برنامه ساختم و اون دادگاه رو جریانش تعریف کردم. و چرا این پلیوود رو به شما نشون میدم؟ چون میخوایم به ایران برگردیم. وقتی یه صحنه رو تو اون ویدیو اولی شاید دیدید، یارو دارن با جنازه‌شون میبرن به زرای اونم چی قبرستون، بعد یهو تخته برمیگرده و بعد مرده از زمین بلند میشه میپره رو تخت که دوباره ببرنش. چقدر ما این رو یاد سال 57 میندازه، دروغ‌هایی که اون موقع میگفت و تا به امروز ادامه داره. شعور باید جای شعار رو بگیره. ما نباید دیگه بذاریم کسی ما رو گول بزنه. و برای همینه که دوستان عزیز، من عقیده دارم که برای پایان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که با دروغ به سر کار اومده، ما امروز موظفیم که مراقب باشیم. باید بدانیم که امروز وقت شعوره نه شعار. ما میتونیم طرفدار خانم کلینتون، طرفدار ترامپ باشیم، ولی وظیفه داریم که همه کار رو با آگاهی انجام بدیم. امروز فقط آگاهیه که ما رو نجات میده، هیچ چیز دیگه ای نیست. ما هیچ دوست دیگری جز خردمون نداریم. وقتی من این صحنه های پلیوود رو الان بزنید یوتیوب تا دلتون بخواد این صحنه ها میاد، صحنه های واقعیه، و من یاد اتفاقاتی میفتم که در ایران سال 57 افتاد. وقتی من نگاه میکنم جورج سوروس چجوری با به وجود آمدن آشوب کشورهای دیگه پول در میاره، وقتی ما نگاه میکنیم چه اتفاقاتی افتاده، درسی که باید یاد بگیریم اینه که امروز هیچ عذر و عذری نداریم برای گناه گول خوردن. ما هیچ عذری نداریم که دوباره رفتیم به روحانی، من که نه، رفتن به روحانی رای دادن. ما هیچ عذری نداریم که دیگه گول موسوی رو بخوریم. ما هیچ عذری دیگه نداریم که باز ما رو ببرن حسن خمینی و نمیدونم لیست امید برامون بسازن. و برای همین چون بکنم 3-4 دقیقه وقت داریم، کارگردان عزیز کلیپ 3 رو اگه میشه شروع کنیم پخش کنیم خوشحال میشم.
پرچم جمهوری اسلامی رو من تو این کلیپ یه سال پیش، اگه میشه همه کلیپ رو کامل نشون بدید، هر وقت آماده چون 3 دقیقه وقت داریم، من فقط 30 ثانیه آخر برنامه اجازه بدید من برگردم. خواهش میکنم نگاه کنید پاسخ من به اصلاح طلبان و پرچم جمهوری اسلامی. باز نجوای انتخابات اومد و باز اینو 20 ثانیه ببرین جلو چون فکر کنم وقتمون کمه. شروع میکنن و تبلیغ میکنن. بعدم بعد خیلی خوب باشه و شرمنده که اینونه صحبت میکنن باید خیلی وقیفی باشه که تصمیم گرفتم که موضع خودم رو روشن و مردم رومانی دقیقا همین کاری کرده بودن که من با این پرچم الان انجام میدم. باید فکر کنم مدتی بود که بعد این کار انجام میشه. شما این پرچم میگیرید و که در میانی این پرچم و این دقیقاً خط مرز ما با اصلاح طلبانی که در رسانه هایی که پولش رو دولت آمریکا و یا انگلیس میدن نشستن و ادعا میکنن که حقوق بشر رو میشه با پرچم جمهوری اسلامی به کشور اهدا کرد و تازگی ها شروع کردن و ادعا میکنن که با اومدن حسن خمینی به صحنه مردم ایران آزاد کنن. 37 سال دارن ما رو مسخره میکنن این آقایون. روی سخنم با آقایون ببینید این منبوس رو ما از اینجا برداشتیم و به دوباره دان و اینو هیچی خمینی بزن. خب سپاس از کارگردان گرامیمون. اگه میشه سریع تصویر هشتم خیلی سریع نشون میدون برنامه رو ببندیم. دوستان عزیز، ما در سال 57 گول شعار رو خوردیم. وقتی سال 1300 تصویر رو سریع اگه میشه نشون میدون، من صداتون رو ندارم آقای کارگردان، فقط اینو سریع نشون بدیم. و سال 53 روزنامه آیندگان داره به ما میگه که تحصیلات دانشگاهی برای همه رایگان شد. سپاس از این تصویر. مملکتی که 50 سال قبلش 10% بی سواد بودن، ولی ما رفتیم دانشگاه، ولی اجازه دادیم شعار بر شعورمون غلبه کنه. بعد گول خمینی خوردیم، گول رفسنجانی خوردیم، گول موسوی خوردیم، گول خاتمی، گول روحانی و و و. دستی که ما از انتخابات آمریکا رد میگیریم و نه بزرگ مردم ایران به رسانه هایی که دروغ میگفتن و دیدیم با ترامپ چیکار میکردن اینه که اگه مردم آمریکا میتونن، ما چیزی از اونا کمتر نداریم. ما دیگه گول نخواهیم خورد، ما میخواهیم پیروز باشیم. اگه صدای آمریکا و بی بی سی ما گفت برید رای بدید، ما پرچم جمهوری اسلامی اینطوری پاره میکنیم و میگیم اگه جمهوری اسلامی رو دوست دارید، ببرید انگلیس جمهوری اسلامی رو بندازید. جمهوری اسلامی میخواهید رای بدید، برید واشنگتن انتخاب کنید برای خودتون. ما مردم ایران یاد گرفتیم و دیگه گول نمیخوریم. از اینکه با من بودی سپاسگزارم. از کارگردان عزیز، از مدیریت تلویزیون اندیشه سپاسگزارم. تا روز پنجشنبه به شما بدرود میگم. پاینده ایران.